ماجرای حکم جهاد و دعوت به جنگ علیه اسرائیل که بیت رهبری صادر کرده و واکنش افراد مختلف نسبت به ترور سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب از ساعتی قبل که خبر کشته شدن سید حسن نصرالله توسط حزب الله لبنان تایید شده، افراد مختلف نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن و بیانیه‌ها و پیام‌های تسلیتی رو به مناسبت درگذشت ایشون صادر کردند. پزشکیان، رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه فقدان شخصیت‌های برجسته مقاومت و در رأس آنها رهبر جاوید الاثر حزب الله شهید سید حسن نصرالله شجره طیبه مقاومت رو بیش از پیش مستحکم‌تر می‌کنه گفت: ما این گونه آموخته‌ایم که فرماندهی از آن خداست. مسیر الهی هیچگاه بدون فرمانده و رهبر باقی نمیمونه. این زمین به بندگان صالح خدا به ارث خواهد رسید. رئیس قوه قضایی هم پیامی رو صادر کرد و توی این پیام محسنی اژه‌ای گفت: اگرچه داغ ودا با سید مقاومت سید حسن نصرالله عزیز، این سلاله پاک رسول الله و این عبد صالح که بهره‌مند از فضایل کثیر بود سخت و جانکاه است، اما به کوری چشم دشمن صهیونیستی و حامی مستکبر این رژیم جنایت پیشه، حزب الله قهرمان در مسیر مقاومت استوارتر و راسختر طی تاریخ خواهد. محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور، هم ضمن تسلیت شهادت سید حسن نصرالله در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: بی تردید نقشه آشفته نتانیاهو و اسرائیل برای منطقه و دنیا شکست خواهد. این منطقه، این مقاومت شکل گرفته، در برابر وحشیگری آنان از این پس با قدرت بیشتری پیش خواهد. محمد مخبر، مشاور رهبری و معاون ابراهیم رئیسی، هم در پیامی نوشت: سید حسن نصرالله همان گونه که وعده الهی بود برای همیشه زنده است و در قلب‌های ما خواهد. پرچم او هیچگاه بر زمین نمی‌ماند و جهادگران حزب خدا این بیرق رو تا زمان نصرت الهی در برابر دیدگان صهیونیست‌های کودک‌کش پای بر جای نگه می‌دارند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، هم در پیام تسلیت خود نوشت: بی تردید خون پاک شهدای مقاومت زمین ساز پیروزی نهایی و آزادی قدس شریف از لوس جنایتکاران صهیونیست خواهد. سید حسن خمینی، نوه امام، هم در پیامی تاکید کرد: راه نصرالله ادامه دارد، همانطور که راه سید عباس موسوی و کلیه فرماندهان مقاومت تا امروز تداوم داشته، اما درک مختصات دوره جدید از مبارزه با استکبار ضرورت فوری و حیاتی این شهادت‌های عظیم است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم در مطلبی که در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت: رهبری حزب الله با مقدس‌ترین و گرانقدرترین شهید در سفر فداکاری عهد می‌بندد که به جهاد خود در مقابله با دشمن، حمایت از غزه و فلسطین و دفاع از لبنان استوار و شریف ادامه خواهد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودشون در شبکه‌های اجتماعی مختلف شهادت سید حسن نصرالله رو تسلیت گفتند و تاکید کردند که سید حسن نصرالله به اسطوره‌ای برای مقاومت تبدیل خواهد شد که یاد و راهش روشنی بخش دل‌های رزمندگان و نابود کننده رژیم جعلی صهیونیستی خواهد. محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شهادت مجاهد کبیر، برادر عزیز، ملت ایران سید حسن نصرالله رو به محضر حضرت ولیعصر، مقام معظم رهبری و ملت سربلند لبنان و جبهه پر افتخار مقاومت تسلیت میگم. وزرای مختلف از جمله احمد دنیا مالیس، علی اکبر صالحی و ستار هاشمی هم در پیام‌های جداگانه کشته شدن سید حسن نصرالله رو محکوم کرده بودن و پیام‌های تسلیت رو صادر کرد. از جمله چهره‌های شاخص دیگه‌ای که پیام‌های تسلیت رو ارسال کرده بودن میتونیم به محمد علی ابتهی، اسحاق جهانگیری، سید محمد خاتمی، محمد رضا عارف و چهره‌های هنری مثل ابراهیم حاتمی کیا اشاره داشته باشیم. خیلی از احزاب مختلف از جمله حزب عدالت طلبان ایران اسلامی، دبیر کل حزب ندای ایران و جبهه پایداری هم در بیانیه‌ها و
پیام‌های جداگانه این اقدام تروریستی رو محکوم کردن و پیام‌های تسلیتی رو برای حزب الله لبنان صادر کردن. اما درست چند ساعت قبل از اعلام رسمی حزب الله لبنان در مورد کشته شدن سید حسن نصرالله، بیانیه‌ای توسط بیت رهبری ایران منتشر شده. در قسمتی از این بیانیه متنی وجود داره که خیلی ها اون رو حکم جهاد رهبری برای تمام مسلمین جهاد تعبیر کردن. سید علی خامنه‌ای در قسمتی از این بیانیه نوشته: بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بیایستند و در رویارویی با رژیم قاصب و ظالم و خبیث اونها رو یاری کنند. اما در نقطه مقابل سران اسرائیلی هم نسبت به این اتفاق واکنش‌هایی رو داشتند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل پس از کشته شدن سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، در حمله هوایی شب گذشته اسرائیل گفت عدالت برقرار شده است. حسن نصرالله دیگه نمیتونه دنیا رو به وحشت بندازه. به گفته یه سخنگوی ارتش اسرائیل، در حالی که حزب الله به دنبال به حد اکثر رسوندن آسیب به غیر نظامیان است، اسرائیل به دنبال کاهش آن. دانیل هاگاری با اشاره به اینکه جنگ ما با مردم لبنان نیست بلکه با حزب الله است، افسود وضعیت اضطراری، عملیات تا آزادی گروگان‌ها و بازگشت شهروندان شمال کشور به خانه‌هایشان ادامه خواهد داشت. روزنامه نیویورک تایمز هم با انتشار تصاویری از لحظه بیرون کشیدن جسد سید حسن نصرالله از زیر آوار نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع مطلع داخل لبنان گفته بود که نیروهای حزب الله لبنان بامداد شنبه جنازه حسن نصرالله رو به همراه جسد یکی از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله علی برکی پیدا و شناسایی کرده بود. به نوشته این روزنامه، رهبران اسرائیل ماها از محل حضور حسن نصرالله آگاه بودند و تصمیم گرفته بودند که در طول این هفته به او حمله بکنند، زیرا معتقد بودند که تنها یک فرصت کوتاه دارند. دلیل اینکه از شب گذشته هم اخبار زد و نقیزی در مورد اینکه سرنوشت سید حسن نصرالله به چه شکلی رقم خورده مطرح میشد هم همین بودش که ایشون مثل اینکه در زیر زمین ساختمون مد نظر مخفی شده بودن و با بمباران کامل این ساختمون پیدا کردن جسد ایشون یه مقدار طولانی شده بود و همین باعث شده بودش که نه خود نیروهای حزب الله و نه نیروهای اسرائیلی با اطمینان نتونن خبر کشته شدن ایشون رو تایید بکنن. نظراتتون رو حتما برام تو بخش کامنت ها بنویسید. همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که اولین نفر از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا